درود بر شما. یک صدومین برنامه از برنامه های هر روز یک گوشه اختصاص دارد به گوشه مهدی زرابی. برنامه ها هم به صد رسید و از آن برگذشت. خودشان بمیگه پیمانه ها به چهل رسید و از آن برگذشت. خب خوشحالیم از این که عمری بود تا اینجا رفتیم و امیدوارم عمری باشه تا ادامه بدیم. مهدی زرابی در واقع به این شکل شروع میشه. سول بگید حمله داره. زیر و رو داره ببین. ریز میره بلند میره دوباره روش دوباره بلند میشه میره روش میره در غرب. یک دو بعد میگه یا در واقع اینا این گوشه مهدی زرابی آماده میکنه برای روح الارواح که دیگه میاد در واقع یه دانگ عقب که فرود میاره در شور برای ترکو. اینجا هم الان فروداش میاد در شور با این اشاره. ببین در واقع این چیه؟ فرودایی بود که شور دوم میبرد به شور اول. خب این هم در واقع دگره ایست از اون فرود. وقتی میگه دشتی باشه پرده برد خورد بیات هم میگفتن در بیات ترک چون خیلی رسم بوده خورد بیات رو در بیات ترک اجرا کردن. خب استاد لطفی دونه پیش درآمد داره که اتفاقا از همینجا استفاده میکنه، یعنی تریکورد اینجای مهربانی رو این فرود فشور این پیش درآمد کوربهتشون به این شکل شروع شده. ببین درست یادم بیاد خیلی وقت پیش از دست گرفتم ازشون.
الاخر در واقع همین گردش به شور گوشه مهربانی رو یا بدر مهدی زرابی هم هست اشاره کردم برای در واقع کرد بیات. استاد مشکاتیان هم اتفاقا در اون بیات که معروفشون باستا شجریان دقیقا همین پرده مهدی اصلا گوشه مهدی زرابی رو میزنن بعد وصلش میکنن به کرد بیات که وارد کرد بیات میشن. خب این در واقع این مسیر کرد بیات در بیات ترک بوده و برای همینم یکی از استدلالات اینه که این کرد بیات در واقع شاه گوشه است از بیات ترک. منتها چون قرار بوده در بیات ترک در آوازها مدار فرعی به اون شکل نداشته باشیم و اون شکست هم خیلی گذرا اشاره کردند، در واقع به خاطر اینکه از سنت آواز خارج نشه خودش رو به صورت آواز مستقل آوردن، وگرنه هم در دشتی میتونسته بیاد هم در بیات ترک جاش از سنت بیات ترک بوده. یعنی در واقع نگاه دستگاه اگر به آواز بیات ترک داشته باشیم اون وقت میشه اینم داخلش بیاد، میشه شکسته مفصل هم بیاد، حتی دلکش هم آوردن توش. خب که حالا ولی خب که بیشتر تو خواننده ها مرسوم بوده رو هست. خب من با این توضیحات یه دور گوشه مهدی زرابی رو میزنم و تا فردا به شما بدرود میگم. مهدی زرابی شاد و سرفراز آزاد باشید. پاینده باد ایران.